گزیده ای از گزارشات و خبرهای کارگری در این هفته. با سلام و درود به شما عزیزان بیننده و شنونده برنامه هفتگی اخبار و گزارشات کارگری. امیدوارم هر کجا که هستین سرشار از تندرستی و شادی باشین. لطفاً تا انتهای برنامه این هفته با ما همراه باشید. یورش یگان ویژه و نیروی انتظامی به تجمع کنندگان با شلیک گلوله و پرتاب گاز اشکاور و مجروح کردن و بازداشت دو نفر، تجمع اعتراضی کارگران سازمان پسماند شهرداری بجنورد نسبت به قراردادهای یک ساله در مقابل ساختمان شورای شهر، اعتراض کارگران نگهداری خط آبنیه فنی راهن کرمانشاه نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و 2 سال ایدی، اعتراض کارگران پیمانکاری عسلویه نسبت به لگد مار شدن حقوقشان و سکوت مسئولین، تشکیل کمیته انتقال هبکو به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ادامه بیکاری و بلا تکلیفی معیشتی کارگران ساختمانی و کولبران در کردستان، ارزانسازی نیروی کار و سرکوب مزدی سیاست تمامی دولت‌ها در سال‌های گذشته، اخراج 15 کارگر ترمینال نفتی بندر فریدون کنار، جان باختن یک کارگر جوان در پاکدشت بر اثر برق گرفتگی، اعتراضات کارگران شهرداری بندر امام نسبت به عدم پرداخت حقوق و مطالبات با تجمع در مقابل شهرداری و فرمانداری ماهشهر، عدم پرداخت 4 ماه حقوق کارگران خط آبرسانی از زاینده رود به کاشان، جان باختن معلمی که به دنبال حمله مامورین اجراییات شهرداری مسجد سلیمان به منزلش بود دست به خودسوزی زده بود جان باخت، مصدومیت 4 کارگر و 1 آتش نشان در حادثه آتش سوزی در کارخانه شهرک صنعتی، اخراج 35 نفر از کارکنان حق طلب اورژانس دزفول، ادامه اعتصاب و تجمعات کارگران شهرداری شاهین شهر در اعتراض به پایمالی حقوقشان در پی تعویض شرکت‌های پیمانکاری، تجمع اعتراضی کارگران فصلی اخراجی مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، ادامه بلا تکلیفی بازنشستگی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه علی‌رغم بازگشت به کار کارگران اخراجی جایگاه‌های سوخت خراسان شمالی به دنبال کنش‌های 3 ساله و چند ماهه، ادامه اعتراضات اهالی غیزانیه نسبت به نداشتن آب شرب و وعده‌های توخالی مسئولان در مقابل ایستگاه تقویت فشار آب، جان باختن کارگری جوان در پاکدشت بر اثر سقوط از داربست، جان باختن کارگری دیگر در دکل نفت و گاز مارون در حادثه انفجار و آتش سوزی، تجمع اعتراضی کارگران روغن نباتی شیراز نسبت به بلا تکلیفی شغلی و معیشتی در مقابل کارخانه، ادامه اعتراضات کارگران معدن کرومیت امینیار فاریاب نسبت به بلا تکلیفی شغلی و معیشتی و خالی بندی مسئولان در کارخانه و شهرستان، تجمع اعتراضی دوباره کارگران بیکار شده کارخانه قند یاسوج نسبت به پایمالی حقوقشان در مقابل استانداری بوی رحمت، عدم پرداخت 3 ماه حقوق کارگران شهرداری سراوان، اقدام به خودکشی یکی از کارگران معترض در ساختمان وزارت کار، مرگ و مصدومیت 2 کارگر در شهرداری قم حین کار، از سرگیری اعتراضات کارگران راهن نسبت به عدم پرداخت حقوق و مطالبات با اعتصاب کارگران راهن عراق، تجمع کارگران اخراجی شرکت توسعه گردشگری ایران در شهرستان سرعین برای بازگشت به کار،
چون باختن کارگری دیگر در شهرستان دماوند بر اثر سقوط از ارتفاع، اعتراض مربیان سازمان ورزش شهرداری تهران نسبت به بلا تکلیفی معیشتی و وعده های توخالی مسئولان به دنبال بیکاری در راستای مقابله با بیماری کووید 19، ابتلای 10,000 نفر از کارکنان مرکز درمانی کشور به بیماری کووید 19 و به یاد جان باختگان اعتراضات کوی طلاب مشهد در 9 خرداد 1371. خرداد ماه 1371 به دستور علی جنتی استاندار وقت خراسان، بولدوزرها و ماموران نوع شهرداری مشهد راهی تخریب منازل مناطق حاشیه شهر مشهد می شوند و به کوی طلاب که می رسند با مقاومت اهالی محله روبرو می شوند. نیروهای انتظامی به سوی معترضین شلیک می کنند و یک نوجوان جانش را از دست می دهند. این جنایت نیروهای سرکوبگر بی پاسخ نمی ماند و اهالی مناطق دیگر شهر مشهد هم وارد کارزار می شوند. کلانتری های 3 و 4 مشهد به تصرف تظاهر کنندگان در می آید و از ساختمان شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی و چندین بانک به آتش کشیده می شوند و شهر از کنترل نیروهای دولتی خارج می شود. پس از رسیدن خبر به تهران، نیروهای کمکی امنیتی و نظامی و انتظامی راهی مشهد شدند و با همراهی سپاه پاسداران پس از 2 روز اعتراض اهالی مشهد سرکوب می شود. در خلال این 2 روز 3 نفر دیگر از اهالی مشهد جانشان را از دست دادند و صدها نفر بازداشت شدند و بر اساس گزارشات رسانه‌ای شده 6 مأمور امنیتی هم کشته شدند. بر اساس احکام صادره، دادگاه‌های انقلاب اسلامی مشهد و تایید و تنفیذ دیوان عالی کشور، 4 نفر از بازداشت شدگان به نام‌های گنج خانلو، غلام حسین پورشیرزاد، علی صادقی و حمید جاوید به دار آویخته شدند. یاد این عزیزان گرامی باد. و اما جان باختن یک زن میانسال در حادثه حمله ماموران اجرایات شهرداری به منزلش. آسیه پناهی، زنی 58 ساله، زنی که تنها به جرم خواستن سرپناه در کرمانشاه کشته شد. شاهدان میگویند وقتی ماموران به صورتش گاز فلفل میزدند او فریاد میزد من بیماری قلبی دارم، این کار را نکنید، من مادر 4 تا بچه هستم و بیمارم. در هنگام تخریب خانه توسط ماموران شهرداری آسیه به شدت مخالفت میکرد و میخواست مانع از انجام این عمل غیر انسانی شود. ماموران برای اینکه او را از سر راهشان بردارند وی را در بیل لودر بالا بردند و بعد روی آسفالت کشیدند و به صورتش گاز فلفل زدند تا بیهوش شود و در نهایت جان باخت. این عمل جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی شدیداً محکوم است. قابل ذکر است هر انسانی در هر کجای دنیا باشد باید سرپناه داشته باشد. سرپناه داشتن جزو اولیه ترین خواسته های هر انسان. و خبر دردناک دیگری از قتل زنان. دختری که توسط برادرش به آتش کشیده شده بود جان باخت. هفته گذشته یک زن در محله سیماندارا به رشت توسط برادرش به آتش کشیده شد. او روز سه‌شنبه هفته گذشته بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان جان سپرد. همچنین در هفته گذشته شاهد قتل فجیع دختری 13 ساله به دست پدرش بودیم. رومینا اشرفی دختر 13 ساله از اهالی روستای سفید سنگان از توابع آستارا در روز اول خرداد به خاطر فرار با مرد 35 ساله توسط پدرش به قتل رسید. قابل ذکر است طبق ماده 220 قانون مجازات اسلامی پدر و جد پدری مشمول قصاص نمی شوند و با پرداخت دیه به ورثه مقتول محکوم خواهند شد. همچنین پلیس بهمن خاوری مرد 35 ساله که رومینا را اخفال کرده و از بعد از بازجویی تبرئه و آزاد می کند. اوی که به خود حق داده به دنیای کودکانه رومینا تعرض کند. باید گفت آن ساختار طبقاتی، سیاسی و ایدئولوژیک و قوانینی که پلیس و دستگاه قضایی را مأمور کرده مرد متجاوز و کودک آزار را تبرئه و آزاد کنند و رومینا را به پدرش تحویل دهند، آن فرهنگ عقب مانده مذهبی و فرهنگ مرد سالارانه که این نوع جنایات فجیع را دامن زده خود همه و همه مقصر هستند.
در یک جامعه متمدن، در جامعه‌ای که سطح مبارزه و آگاهی و فرهنگ عمومی مردم به جای ارتقا یافته که فرهنگ مذهبی و مردسالارانه و کودک آزاری را در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی به عقب رانده اند، ارتباط جنسی افراد بالای 18 سال با دختران زیر 16 سال جرم به حساب می آید و افرادی که مرتکب چنین جرمی می شوند مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. اما رژیم جمهوری اسلامی به تجاوز جنبه شرعی و قانونی بخشیده و آن را نهادینه کرده است. در اینجا خود قاتل هم قربانی ساختارهای طبقاتی، اجتماعی و فرهنگی حاکم است. از این رو مبارزه جهت محو خشونت علیه زنان و لغو آپارتاید جنسیتی بخش جدایی ناپذیری از مبارزه ضد سرمایه‌داری و مبارزه علیه دولت مذهبی. لازم به ذکر است در همین رابطه گزارشی از اعتراض زنان در سنندج را دریافت کرده ایم. روز جمعه 9 خرداد ماه برای دومین روز متوالی اعتراض علیه قتل رومینا اشرفی با تجمع در تفریحگاه آبیدر ادامه پیدا کرد. طبق گزارش دریافتی روز پنجشنبه 8 خرداد 99 ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر جمعی از فعالین حقوق زنان در سنندج در محکومیت این جنایت با در دست داشتن شعارهای زن ناموس هیچ کس نیست، قتل رومینا را محکوم می کنیم، دست ناموس پرستی از زندگی زنان کوتاه و شعارهای دیگر مورد توجه آبرین و مردم در پارک آیتی سنندج قرار گرفته شد. لازم به یادآوری است یکی از فعالین حقوق زن متن را در محکومیت قتل هولناک رومینا اشرفی قرائت کرد که در آن ضمن اعلام همدردی با مادر رومینا اشرفی به زمینه‌های تبعیض قانونی علیه حقوق زنان، ناموس پرستی و کودک آزاری اشاره می‌کند و در پایان می‌گوید پایان خشونت و کشتار زنان و رومیناها در گرو تغییر بنیادی است که از طریق اعتراضات اجتماعی به دست می‌آید. عزیزان بیننده، ممنون از این که تا پایان ما رو همراهی کردین. تا دیداری مجدد، شاد و تندرست باشید و بدرود.